روز جهانی جمعیت. دلم پر است از ایمان و امید، من به یک جهانی فراوان می اندیشم، جهانی که همه با هم برابرند و با عشق زندگی می کنند. من تصویری می بینم از دستان کوچک فرزندانی که به جهان قدرت زندگی را نشان می دهند. آنها آینده درخشان هستند که با رویاهایشان آسمانها را برهم می ریزند. همه ما با هم فرق می کنیم، اما همه با هم بافته ایم و در قلب یکدیگر گره خورده ایم. ما نیاز داریم همدیگر را بشناسیم و بپذیریم تا جهان از تنوعمان روشنایی بیابد. بیایید دست به دست هم بدهیم و با هم ایستاده و یک خانواده بزرگ واحد را تشکیل دهیم. با احترام و عشق به یکدیگر تغییری مثبت در جهان را رقم بزنیم. آرزویم این است که جهان بدون تبعیض و نژاد پرستی باشد، جایی که همه انسان‌ها آزادانه و به اندازه هم مورد احترام باشند. ما همه تکه‌های کوچکی از این پازل هستیم. با هم پیوسته یک داستان زیبا را می سازیم. بگذارید آواز جهانی جمعیت به گوش هر فردی که در این دنیا است برسد. بگذارید همه بدانند که ما همه یکی هستیم و با عشق و همبستگی جهان را پر می کنیم. اعمال رسولان باب 17 آیه 26. او تمام مردم دنیا را از یک انسان به وجود آورده است، یعنی از آدم، و قوم‌ها را در سرتاسر این زمین پراکنده ساخته است. او زمان به قدرت رسیدن و سقوط هر یک از قوم‌های جهان و مرزهای آنها را از پیش تعیین کرده است. این آیه به ما یادآوری می کند که خداوند به عنوان خالق همه مردم تمام جمعیت‌ها را در سرتاسر زمین پراکنده ساخته است. این آیه به ما یادآوری می کند که خداوند به عنوان خالق همه مردم تمام جمعیت‌ها را در سرتاسر زمین پراکنده ساخته است. او نه تنها بر قدرت سرنوشت و سقوط هر یک از قوم‌های جهان حاکم است، بلکه قرار دادن مرزها و محدودیت‌ها نیز به اراده خود او تعلق دارد. این آیه نشان می‌دهد که جمعیت‌ها در دست خداوند قرار دارند و تقسیمات جغرافیایی و تاریخی آنها نیز به اراده او متکی است. این آیه در روز جهانی جمعیت به ما یادآوری می کند که همه ما بخشی از جمعیت بشریت هستیم و خداوند متحد کننده ماست، بدون توجه به تفاوت‌های زبانی، نژادی و فرهنگی. روز جهانی جمعیت مبارک.